آموزش. صدای آبادی. سلام شنوندای عزیز برنامه صدای آبادی. افرادی که رد مرز شدن میگن کسایی که به بیرون از کشور غیر قانونی سفر میکنند و چهار مشکلات زیاده میشن. یک سه چهار تاش زخمی میشم، یک من بشیم و ممشه شد. تا شش ماه حوالش نامده، باز کلگی میگفت که ده ماه و یونان غرق شده. چرا ایده غیر قانونی سفر میکنن؟ خانواده ها، دوستان و خود شخص چگونه میتونن سفرهای غیر قانونی جلوگیری کنن و فایده ای کار چیست؟ اگر میخواین جواب به این پرسش‌ها را بشنوین به برنامه هفته صدای آبادی تا اخیر گوش بدین. هر انسان حق سفر از یک کشور به کشور دیگر داره و هر کشور از خود قانون داره که مطابق همان قانون مردم میتونن با آن کشور سفر کنن. اما کسانی که بدون طی مراحل قانونی به کشور دیگه سفر میکنن به این گونه سفرها سفرهای غیر قانونی گفته میشه که در حقیقت به گونه قاچاقی داخل آن کشور میشن. اما سفرهای غیر قانونی مشکلات خود را نیز با خود داره. ای که چه مشکلاتی از چند تن میشنویم. بچه کاکایم حواس خارج کرده بودم و تا شش ماه حوالش نامده، باز کلگی میگفت که ده ماه و یونان غرق شده. پشت همی بچه کاکایم مادرش بیچاره مریض است و بیخید جای افتاده، نمیفهمه که بچهش زنده باشه یا مرده باشه، چه حوالش نامده. دو تا خواهرش به سرنوشت مانده در خانه و هر روز قرضدارا دروازهش تک تک میکنه که هم بچه تون پیسه را برده بوده، حالا کجا شده، چی شده. هر روز قرضدارا میگه که چی شده، پیسه را کجا برده، خودش کجا رفته. سمیول هستم از ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل. ایران هم رفتیم، از ایران باز ترکیه رفتیم، دو کشور رفتیم. تسلیم از قاچاقبرا شدیم و حرکت کردیم. دیگه ده یک موتر نیسان که میگن تقریبا 26 نفر تنادم و بادی بار کرده بود. دیگه سرعت هم کیلومتر میدونه چپه. تقریبا 700 پیاده روی کردیم، دمی جزن مرد بودن. بازو سو رسیدیم به خاک ایران. برف دیگه برابر به ناف بود. طرف های صبح که شد دو رفیق ما بخی از پای افتادن. گفتن ما دیگه منزل کردن میتانیم. ما دیگه موچه بود که باز متاسفانه که پلیس ترکیه ما را موچه گیر کرد. دیگه باز برد ما را در کمپ و بان برد. تقریبا سه ماه خودم دم کم ماندم. سه ماه بعد هم بس آورد سر مرد. تقریبا دیگه یک لک افغانی مصرف ما آمد. دخترم بود و تا نواسیم بود، یکیش 15 ساله، یکیش 21 ساله. قدی قاچاقبر گپ زدن، گفتن ما را ببر طرف ترکیه. یار بیچاره را که برده بود اونجا باز فروخته بودشان به دیگه نفر. باز یاد خانه بندیشان کرده بود، بسیار یاد لط و کوب کرده بود، پیسه خواسته ازشان. باز ما پیسه هم نداشتیم، می بیچاره هم پیسه نداشتن. باز به بسیار مشکل یک کدیم هزار دلار پیدا کردیم، برای ازیارایی کردیم، بازم قاچاقبر به بسیار سختی دیگه ایلاشان کرد. اینجا ما گریان فغان کردیم، بسیار مشکلات دیدیم. نام مارون، بچه مامای من. دائمی را می رفته بود، رسیدگی دیگه یک 20 دقیقه به تهران مانده بود. اونجا موترشان تکر میکنه، یک سه چهار تاش زخمی میشه، از کسی دستش اوگار میشه، از کسی پاش بودم، یک من بچه مامایم شهید شد. تقریبا یک ماه میشه. سرگردانی، پریشانی خانواده ها، زخمی شدن و از بین رفتن از مشکلات بودن که مردم با آنها اشاره کردن. سید عبدالباسط انصاری، عضو تیم مطبوعات وزارت امور مهاجرین نیز در مورد مشکلات سفرهای غیرقانونی پرداخته است. پیامدهای ناگوار مهاجرت‌های غیرقانونی، حوادث ترافیکی، غرق شدن در آبها، زندانی شدن و بالاخره جان خود را دست می‌دهند یا اینکه دوباره دیپورت میشن به افغانستان. هموطنان ما آگاهی ندارن از قوانین مهاجرت و پناهندگی از اونا. هیچ گونه اسناد قانونی که را بتانه به عنوان یک مهاجر قانونمند در اختیار ندارن و هر کشور در مطابقت به مو قانون نافذیشان عمل میکنن و اینا دیگه چاره جز اخراج کردن اتباع بیرونی ندارن. در اون صورت هیچ گونه فرصت برای کار و اشتغال هم برای ما مهیا نخواهد بود. خانواده ای را شاهد هستیم با فروش اموال منازلشان، با قرض و هم و بالاخره فرزندهای خود را دست دادن. حتی امکانات زیر اختیارشان نداشتن که یک خیمه را بتونن نصب بکنن و زیر از زندگی بکنن. کار کردن به شکل پنهانی، زندگی دزدانه، فروختن جایداد و بی سرپناهی بعد از برگشت از مشکلات بودن که آقای انصاری آن را ذکر نمود. حال می خواهیم بدانیم که چرا ایده غیر قانونی سفر می کنن.
یکی لاتش خویه است که رفیقاشی را تشویق کرده که ما میریم تو هم کت ما بیا اندی ما جور میشه اندی تو هم خواد جور شد تا مورد این مسائل را و خطرهای را برش نگفته بود و یه هم حوث میکرد من بچه جوان بود به یک دیگه گوش نمیکرد به مرد مایسی و از خطراتش نخبر بود که تا اوجه رفتن چی خطرات داره میگه معلوم است که در وطن ما این پاسپورت گرفتن هم چند وقت بیخی بند شد و پس که آزاد شد ثبت نام که اگه میکردی آنلاین بسیار دیر باد میامد بیکاری و بیروزگاری و مشکلات فامیل دیگه باز خواستیم غیر خانی بریم به کشورهای همسایه دیگه بخاطر کار با کسای قاچاق بر بودی تو صفت میکردی تو بالا بالا میکرد که ایران با برامتا که تو فکر میکردیم که از مادر پدر هم کده ای برای ما بسیار دلسوز است که تو خوبش ما رو میبره اسم رای قاچاقی یه جایی نرفتی تصمیم دارم خیر برام قانونی خود بودی جا نیست باشه خاطر میشه پرده و سلب یک داره چیز میشه و نیه سال مجبور بعدم غیر قانونی برم دوست عزیز شما شنونده برنامه صدای آبادی هستین که در مؤسسه تعلیمی افغانستان نوشته و تهیه شده اگر در مورد این برنامه و سایر برنامه های ما نظر و یا پیشنهاد دارین به شماره تلفن 020-240-5101 به طور مستقیم با همکارای ما به تماس شوین نداشتن دسترسی به ویزا و پاسپورت اقتصاد خراب، فریب خوردن از جانب قاچاقبران، نبود زمینه کار و فعالیت و بعضی مسائل دیگه از علتهایی بودن که مردم با آن اشاره کردن. حال میپردازیم به ای که خانواده ها، دوستان و خود شخص چگونه میتونه از سفرهای غیرقانونی جلوگیری کنه و فایده ای کار چیست؟ همکار ما میراقای اعتبار با چند تن صحبت کرده که با هم مشنویم. نامتان بگوین نعمت الله از کجا هستین؟ از خوست تا به حال شما کدام کشور غیر قانونی سفر کردین؟ نه تا حال نکرد مادر و پدر با ما اجازه نمیده که سفر کنیم جنجال هست میمورید شنونده های عزیز آمدیم چارکار شما نامتان بر ما بگوین فواد شما کدام کشور قاچاقی رفتین؟ نه خیر نه رفته چند سالت هست؟ 24 ساله هست زن و فرزند داریم؟ بله یا دارم دو تا گرک فرزند دارم تو چرا نرفتی تا بالت به کشورهای خارجی؟ به طور قاچاق مصرف رام دیگه 15-20 هزار میشد پیسه هم نبود 5000 4000 که بود تو هم خرج میشد میره باز راه خراب اساس ما قاچاقی میری در از آدم بشی از گشنگی میموری از بین میری کوز دشت از دگر جنجالش زیاد است یه کارم باز نمیتونی طوری که بری ای قاچاقی اصلا اگه کدام ذره کار باشه خوب نه و دانت بند بود میرسی نبود دمورا از بین میری هیچ دیگه اوجا تنیس که تا اوجا بیری همی اکسد یا پینجایی که دمیجا کار میکنی بونم قناعت و چاجت رفتن نیست چی میکنی خودت بازده ایجا؟ من میجا دیگه کنیم ساعت ماش دارم کارم نمی حسابت جوالیگریز دیگه کارت آین بار که تکوی نمی کارم هست و پنجار پیش یک سوزی و ترکاری یک پنج تا گینان میبرم اون پنجای دیگه میمون از جیب خرچی ما چاره و پردیت میشن خدا مهربان از قناعت نکنیم به می کنیم سر فایدهش چی است که شما نرفتین و به می قناعت دارین فایدهش اینه میسته که سرپرست خانواده هستم فرزند است مادر است دستر از مواد که فضل خدا باشه هسته روز چند پیداگر باشی؟ 500-600 کار میکنیم یک عمر 150 امی که میقدر درآمد را که داری اگر بخواینت که بیا به شکل قاچاق ما دو برابر شبرت میتیم چی میکنی؟ میری؟ نه چرا نمیری؟ میگر نان خشک بس ما دیگه نه که کباب کشور خارج زجر باشه یا بخی که ما تو به تیاره ببرن ما نمیری نامتان برای ما بگوین؟ نام عبدالفتاح است. از کجا هستی؟ از کاپیسا. تصمیم رفتن را نداری که به یکی از کشورها به طور قاچاق بری؟ نه هرگز نمیرم در کشور خارجی هیچ. مشکلات در قاچاق بسیار زیاد است که هیچ کس تضمین کسی کار نمیتونه که من تو را میتونم 100% برسانم. کسایی که گپ میگن یا مثلا قاچاقبر هستن، قاچاق انسان میکنن یا به خون مردم بسته واز نیستن. هیچ کسی با دل نبنده به اینکه گپ قاچاقبر بخوره و یک والا گپ درست است. هیچ امکان نداره کسی را برسانه تا امروز 100% مرگ است و تجربه که کشتی که شکست چند وقت پیش نمونهش هست که مردم میبینه و مرگ به چشم سر خود میبینه ضرور نیست که بره تعداد از والدین با قناعت دادن فرزندان جوانشان فراهم نمودن زمینه کار و فعالیت و آگاه ساختن جوانان از عواقب سفرهای غیرقانونی توانسته بودند تا حد از سفرهای غیرقانونی فرزندانشان جلوگیری کنند حال از انصاری میشنویم که آیا کدام راه دیگری هم است که مردم به شکل غیر قانونی سفر نکنند؟ به عنوان یک اداره مسئول که وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان است ما همواره از طریق برنامه‌های مختلف که در پوهنتون‌ها ما تدوین کرده بودیم
کنفرانس ها و رسانه ها همچنان نقش بسیار مهم داره و مخصوصا رسانه شما برای همه پیام ما واضح و روشن است، تا اینکه از مهاجرت هایی که راه های غیر قانونی را میپیمایند باید جدا خودداری بکنن تا مهاجرت غیر قانونی را در پیش نگیرن. کسانی که اگر تصمیم بگیرن که کشور به اساس یک ضرورت ترک بکنن یا اگر تحصیلی بوده باشد، طبعا ادارات مربوطه در این قسمت کار میکنن، برایشان همکاری دارن در قسمت عقص پاسپورت، یا موضوعات صحی است یا سیاحتی است یا تجارتی است، ادارات زیرب در قسمت عقص پاسپورت با این همکاری میکنن. در غیر صورت ما مسئولیت داریم که آگاهی بتیم برای مردم خود. سرگردانی، پرایشانی خانواده ها، زخمی شدن و از بین رفتن از مشکلات بودند که تعداد در سفرهای غیرقانونی با آن روبرو شده بودند. نبود کار، خوردن فریب قاچاقبران انسان، تقلید از دیگران، نداشتن دسترسی به ویزا و پاسپورت، اقتصاد خراب و نبود زمینی کار و فعالیت از علتهایی هستند که عنوان شد. تعداد والدین با قناعت دادن جوانان، فراهم نمودن زمینه کار و فعالیت، آگاه ساختن آنان از عواقب ناگوار سفرهای غیرقانونی، توانسته بودند تا حدی از سفرهای غیرقانونی فرزندانشان جلوگیری کنند. ویزه سیاحتی، تحصیلی، تجارتی از کشورهایی وجود دارد که همه اتباع میتوانند از آن به گونه قانونی استفاده کنند. بهتر آن است که از راههای قانونی و طی مراحل اصولی پیش برند. داشتن پاسپورت و ویزه اصل اجازه نامه ورود به یک کشور است که همگی انگام سفران را باید داشته باشند. شنونده عزیز، برنامه را که شنیدین همکار ما میراقای اعتبار در مؤسسه تعلیمی افغانستان نوشته و تهیه کرده بود. اگر میخواین این برنامه و سایر برنامه های تعلیمی ما را هم بخوانین و هم بشنوین، به صفحه اینترنتی ما که tajala.af است سر بزنین.